ماجرای پرونده سنگین ترور خاندان سلطنت که اسمشو گوشه بودن و همون دارم میگم، میخواستم همینی بگم. من با تفصیل با جزئیات توی کتاب دستی در هنر چشمی بر سیاست که در واقع خاطرات زندان من هست تو اون به تفصیل توضیح دادم، چون خیلی پیچیده است، خلاصه کردنش همیشه نادقیق از آن دادم. با وجود این الان من سعی میکنم یه خیلی خلاصه اینو بگم. من تو سال 52 1352 بعد از دوتا فیلم سینمایی که ساختم که خودم راضی نبودم به اون صورت و اصلا فضای من نبود و میگم رو همون اشتیاق هولی که میزدم برای فیلم سازی وقتی به پیشنهاد شد قبول کردم، خودم رو کشیدم کنار و دو تا فیلم برای کانون پرش فکر کودکان ساختم، یکی پس از دیگر. اولیش فیلم دار بود، فیلم کوتاه بود. این فیلم دار اون موقع که 4 ماه 5 ماه مونده بود به فستیوال فیلم کودکان تهران که کانون پرش فکر در ایران هر سال را میناخت. این هم فیلم زیبای از آب در روبه دوده بودم و که ساخته خودم خیلی راضی بودم، دیگه هم که بروبرم بودن دیده بودم خیلی راضی بودم. در همین فاصله این فیلم رو میفرستن برای فستیوال خیخون در اسپانیا، فیلم فستیوال جهانی کودکان و جوانان میفرستن اونجا. من اداره به صدا خود همین کانون پخش فکری شو، من مال تلویزیون بودم، من اونجا نبودم. اونجا از من خواستن که تمام مشخصات و بندوبسات خودم و بازیگرها همه اینا رو به اینا بدم برای اینکه از قبل اینا کسایی که بعداً تو جشنواره شرکت میکردن بررسی بشه کی هن کی نیستن چجوری هن، چون به طور معمول هر سال خود فرح میامد اونجا جایزه افراد میگرد، چون منم خب شرکت میکردم شانس اینو داشتم، هنوز جایزه لبه نبود، شانس این داشتم که ببرم باید این فورو پر میکردم. من اون موقع چیزی به ذهنم اومد که توی این مراسم اگر چنانچه رفتم تو مراسم مطلبی رو به شکلی در مورد زندانیان سیاسی و شکنجه بدم. اینم چرا از به ذهنم سویزه میکنم، خب این آگاهی داشتم که تو زندان ایران چیه. چند تا دوستای من همون موقعی که من دوره دبیرستان اینا میشختم هیچ گونه تماسی باشون نهشتم، اصلا نمیدونستم اینا چیکار میکنم، ولی تصویر زیبایی از این داشتم. داوود یوز محمدی اینا بودن، اینا دستگیر شده بودن و محکوم به اعدام شده بودن و من وقتی عکس اینا رو دیدم به شدت تکون خوردم از این قضیه. چه سالی همه دقیقا؟ همون سال 52، همون سال 52، 3-4 ماه قبل از چیز، قبل از آبان، که هر آبان فستیوال کودکان قرار انجام میشه. من مثلا فرض کنم که اردیبهشتش با عباس سماکار که فیلم بردار هم بوده، نه فیلم این فیلم هم برای که فیلم بردار بوده، همکلاس هم بود، نزدیکترین دوست هم بود، رفیق همجوره همیگه بودیم. با این فقط این صحبت کردم که ما یک کاری تو این جشنواره اگر من جایزه بردم چون توجه به این جلبه یک کاری بکنیم، و این کار منظور خوندن یه متنی بود، چیزی بود، اونم اون لحظه که من این تصویر این بچه ها رو ایوز محمد اینا رو توی چیز دیده بودم که محکوم به اعدام شده بودن، 5 نفر بودن محکوم به اعدام شده بودن، اسم روش ها حضور ذهن ندارم، معروف هم دیگه آدم های سرشناس سیاسی بودن. من این همه حرفیست که من زدم، من تازه بچه هم دنیا آمده بود، دو تا فیلم دو دست داشتم. من هم وقتی حرفی زدم رفتم شما در فیلم چوب، همین بهزاد فراهانی بازیگر اصلی این فیلم هم بود، رفتم سر اون فیلم. تازه فیلم بعدی کانون هم برای کودکان، فیلم شاهد رو داشتم مونتاژ میکردم، اصلا فرصت که حتی بشینم یه چیزی. عباس در این فاصله میره شیراز، شیراز با کرامت دانشیان این حرف منو، کرامت قبلا دانشجو مدرسه بود با من کلاس بود، دیگه رفته بود دیگه تلویزیون کار میکرد اونجا، دست تماس داشت من هیچ چیز نمیدونستم، اونجا با اون صحبت میکنه. اون از سالها قبل یه مامور ساواک که دیگه الان فیلمش هم تو یوتیوب هست که داره اعتراف میکنه،
امیر فتانت. بله این بله. از قبل کنار کرامت بود که اگه یه موقع کرامت بخواد کار کنه فکر کنه که این عضو سازمان چریکای فداییه یا رابطه داره، به این درمون بذاره که این بره سوال بگه. همین قصه این. اینم چون روی خودشم گفته، الان تصویرش الان همین الان بزن امیر فتانت تو یوتیوب ببینین که تو همین جمهوری اسلامی که وقتی گرفته بودنش اومده گفته که من کارم چی بوده. بله من خودش اومده تعریف کرده دیگه، چون تا قبل از این فیلم در بیاد نمیتونسته که من نه، چون بعدا بچه های سازمان دنبالش بودن فرار کرد و این حرفا، ولی میگفت که من مأمور سازمان نبودم، من چون میدونستم این کار بی خوده سعی کردم چیز کنم، ولی دقیق تو این فیلمه الان میگه خودش که من مأمور سازمان خیلی روشن بود، خیلی باش اوائل انقلاب بیان شد. مهم اینه که این آدم همه این حرف رو اول میگه فرح رو ولیعهد، اصلا ولیعهد اونجا نمی اومده، ولیعهد رو گروگان بگیرید، این به این میگفته می اومده تو جمع، جز پرونده سازی میشده، اسلحه چیز کنیم فلان کنیم بهمان کنیم، اینا همه پرونده سازیه. من تو کتابم توضیح دادم این خیلی چیز طبیعیه که مثلا فرض کنید یک سازمان ضد تروریستی سعی بکنه نفوذ بکنه توی عده آدم این کاره و بعد اطلاعات جمع کنه بره بده، این خیلی چیز نرمالیه، ولی این اتفاق اینجوری نیفتاد. این میداد این چیزا رو، هیچ کس اون اسلحه نگفت من اسلحه میخوام، این میگفت که اسلحه بهتون بلده. میدم این هیچ کس هم نرف اسلحه بگیره بلده. من که هیچ من که خبر ندارم، اینا که دارم میگم اینا پرونده ناست، من که اصلا خبر نداشتم، یه روز اومدن منو گرفتن، بعد که فهمیدم کیا هستن، تازه این مال من است و عباس سماکار و این اصلا این وسط خسرو گل و سرخی شش ماه بود زندان بود، چون ما نه خسرو میشناختیم نه من خسرو هیچ وقت تو زندگیم دیده بودم، نه خسرو من دیده بود، حتی گروهی که خسرو معروف خودش تو دادگاه میگه ما هیچ کار فقط داشتیم یه گروه بودیم کتابای مارکسیستی میخوندیم، هم اونم من جزش نبودم، اصلا این گروه نمیشناختم. من مثلا همین خانم، یعنی این میفرمایید که در بهترین حالت گروهی که مربوط به گروه سرخی بود یک گروهی بود که البته در دادگاه میگه حتی یک کتاب هم نخوانده، ولی مارکسی اونم ما نبود. آره هم اونم باز من باش آشنا نبودم اصلا باشون، اینا اصلا زندان بودن اینا. بعد ساواک اومد چیکار کرد؟ دید که اینایی که این گروه رو میگن کتاب نخوندیم اونو میگن، اینا یه روزی خودشون بعدا اعترافاتی میکنن که یه روزی صحبت ترور شاه کرده بودن که در نمیدونم سوئیس اگه شاه داره کجا به کجا میره یه پلی هست اگه اونو منفجر، یه حرفی زده بودن 4 سال قبلش با این حرفی که من زده بودم که تو فستیوال کودکان کاری بکنیم که اون ساواکیه این کاری بکنیم و گنده کرد که گروگان بگیریم ولیعهد، که اصلا ولیعهد هیچ سال قبلش اونجا نیامده بود اونجا. اینو دیدن همه به خانواده سلطنت میخوره، ساواک نشست این پرونده رو درست کرد، یه دادم که اصلا هیچ ربطی نداره، برای اینکه گفت صدا را بندازه. خب البته اینو باید از خود ساواک بپرسید این کار کردن کار به این احمقانه ای که به ضررشون تموم شد، ولی واقعیت قضیه نیست که میدونی پرونده سازی میدونی چقدر مقام گرفتن خود همون آدمایی که این پرونده رو مثلا کشف کردن تو سلسله مراتب ساواک تبدیل شدن 10 قدم رفتن بالا، چون این با اینو باوروندن. من تو کتابم نوشتم که در خاطرات همین کتاب آخری که فرح نوشته جوری نوشته که باور کرد این قضیه رو، من تو کتابم آوردم تیکشو گفتم چه جوری به این گفتن که الان بعد از این همه سال می نویسه که من در فلان تاریخ من و پسرم رضا پهلوی از یه خطر خیلی جدی ترور مفتر رفتیم در چیز در فستیوال کودکان، در حالی که 3 ماه قبلش به زندان بودیم، 3 ماه قبل خود من که مثلا آها چی اون دهنزه که من تصمیم میگیرم بگیرم موقعی که جایزه رو من میبرم یک سند قوی سوار پیدا میکنه، ببین جایزه رو کجا برم اونجا میبرم تو اسپانیا باید. که خب مثلا نشون بده که تو در حالم که ببرم که من صدا کنم برم اون بالا که من حالا هدفم
این بود که هر یه کاری بکنیم به این معنا که حرفی بزنیم چیزی که اصلا نرسید به اینجا به جا بابت به اینجا اصلا نرسید دیکن. اصلا به اینجا نرسید که صحبت به خاطر بود. همین حرفی که حرفی زده شده بود که اونام حرف اونام کار دیگه کرده بودن که مثلا بشینن کتاب بخونن، ولی اون چیزی که راجبش گفت بودن یه حرف بود، خود اونام یه حرفی زده بودن و اصلا اونا با من اصلا من تو کتاب میشم، من خسرو گل و سرخی رو ما که تو اوین بودیم غذامون رو از قزلقله میوردن، چون اون موقع اوین زندان نبود، اون موقع بازداشتگاه بود، اون موقع چیز نبود. من یه دفعه ملاقات که دادن منو سوار ماشین کردن، ماشین همین غذا بردن قزلقله، چیزم خسرو هم بهش ملاقات داده بودن، ما دوتا تو ماشین وانتی که غذا میبردن منو اصلا همدیگر نمیشناختیم. وقتی گفتم اون پاسپانم گفت حرف نزد، دو کلمه حرف زدیم، بعد فهمیدیم هم پرونده ایم عجب. به مرگ تو و بعدش هم یه میگه ندیدیم. خب تو دادگاه اون جدی شد، من جدی شد اصلا نه قبل از عمر اون نه بعد عمر اون اصلا هیچ وقت ندیدی بودیم این قضیه رو. آره، برای کسی باور نمی کنه، چون هم یعنی سواک چنان اینا رو به هم چسبون، چون دلیل نداره من دروغ بگم خسرو میشناختم، اصلا باز افتخارم بود که بگم من با خسرو رفیق بودم. اصلا خیلی بیان به من میگن گاهی یادت ما یه روزی اومده بودیم فلان جا تو خسرو بودیم فلان، بودم با واسه ما خسرو در این که الان وقتی که حقایق روشن‌تر میشه، نقش سواک در فروپاشی نظام شاهنشاهی بسیار موثر بوده و خیلی از خود این پرونده ما یکی از دلیل بسیار روشنی، برای که تا اونجایی من میدونم به شدت تاثیر منفی گذاشت، خصوصا نه فقط صحبت‌های اون سرکوب فوق‌العاده وحشتناک. آره، کل یک، حالا من مثلا یه نمونهش، رضا علامه زاده در حال یه فیلمسازه، در این زمینه کار میکنه، زندگی خودش هم داره میکنه، قرار هست یک اعتراضی بکنه که این هنوز نه اعتراض انجام شده یا نه هیچ چیزی، در بهترین حالتش بگه که آقا زندانیان سیاسی رو آزاد بکنی، در بهترین حالتش نه. یعنی یک نظری رو بیان بکنه. ایشون دستگیر میشه و به جرم اقدام علیه امنیت کشور، هر جاش که من دارم خارج میشم از اون واقعیتی که اتفاق افتاده، نه اقدام برای ترور خاندان سلطنت، بله و بله به عنوان ترور، که حتی این همونی که میگی ملکه هم سرکار خانم فرح پهلوی هم در همین شرایط باز هم اونقدر باور داره که رضا علامه زاده و دیگران میخواستن فرزند اون رو ترور کنن. چگونه میشود که بعد همین جوان، همین رضا علامه زاده که مقابل من الان نشسته، به چند سال زندان محکوم شدی؟ من تو هر دو دادگاه به اعدام محکوم شدم. بعد از دو ماه که هممون پنج نفر بودیم زیر اعدام بودیم، سه نفرمون عفو ملوکانه شاملمون شد، برای کار شدیم ابد، شدیم ابد، من و عباس سماکار و تیفور بطایی شدیم ابد. من مرتبه ردیم ششم بودم به همه حرفا تازه من خسرو و کراوات هم که اعدام شدن از ما پنج نفری که هر دو دادگاه ما اعدام گرفتیم، هر دو دادگاه. من هم دادگاه خب همین تو روزا ما هستی یا بیشتر هم فیلمش هست هم چیزش هست، همش گفتم من نه خبر دارم نه کاری کردم. اعتراف به زور ازت اعتراف نگرفتن؟ چرا نه 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 نیست، چرا فشار وحشتناک بود، ولی خودشون هم در درجه اول میدونستن که من اصلا خبر دارم. مثلا شاختر رو بودم وقتی فهمیدم کرامت دانشجو تو زندانه، دو بعد در رابطه با من تو زندانه. کرامت که سه سال پیش دانشجو مدرسه بود و با من هم کلاس بود و رفیق بود و بعدم رفت شیراز، اصلا من حتی یه بارم ندیدم.